اصلی ترین دلیل خودکشی اینه که فرد به ناامیدی کامل و قطعی میرسه یعنی هیچ امیدی برای ادامه زندگی در خودش پیدا نمیکنه و این قضیه یعنی خدمت شما عرض کنم از سال 99 تا الان 33 درصد هر سال در سطح دنیا قضیه خودکشی رشد کرده و این از زمان جنگ جهانی دوم یعنی اصلا یک رکورد عجیب و غریبه در سال 2017 از هر صد هزار نفر 14 تن در دنیا خودکشی کردند یک قضیه جهانی متاسفانه یک بحران جهانی یک مشکل جهانی و خیلی از کشورها باهاش درگیر هستند و ایران هم یکی از کشورهایی که در این قضیه متاسفانه داره جز کشورهای در بین کشورهای اسلامی فکر کنم الان رتبه سوم رو داره و داره همینجوری داره میره بالا و دلیل اصلیش هم در ایران همونطوری که در تمام دنیا همین قضیه است ناامیدی مطلقه وقتی یک نفر به ناامیدی کامل برسه حالا نسبت به اهدافی که داشته و بهش نرسیده این اهداف میتونه داشتن یک موبایل برای یک دانش آموز باشه میخواد درس بخونه میخواد آیندهش درست باشه اما وقتی میبینه پدرش پدر کارگرش نمیتونه براش یک موبایل تهیه کنه این دیگه ناامید میشه و متاسفانه در جامعه ما نیستن کسانی که بخوان دست این افراد رو بگیرن و حاکمیت هم که خودش رو به بیخیالی زده یاد خودکشی میکنه یک فرد دیگه با این بهانه که به رشته مورد علاقهش نتونسته دسترسی پیدا کنه قبول نشده در کنکور میاد خودکشی میکنه یک نفر دیگه به خاطر ازدواج اجباری دلایل مختلف و متفاوتی میتونه داشته باشه اما همشون به صورت کلی به ناامیدی برمیگرده به ناامیدی و اگر ما به آموزه های اسلام و فهم قرآنی برگردیم میبینیم که چقدر در اسلام با قضیه ناامیدی مبارزه شده و چقدر نکوهش شده افرادی که ناامید میشن و هر چقدر ما از قرآن و سنت صحیح دور بشیم در مشکلات میافتیم و تمام مشکلاتی هم که ما میبینیم در جامعه و در ایران علتش همینه که از همون راه مستقیم و همون راه درستی که برای ما مشخص شده داریم دور میشیم